پیشبینی عجیب کاخ سفید. کاخ سفید و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با هدف پایان دادن به اعتراض چهره‌های تاثیرگذار حزب دموکرات نسبت به طرح تعویق انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اعلام کردند که این انتخابات به طور قطع روز 3 نوامبر برگزار می‌شود. به گزارش افکار نیوز، مارک میدوز، رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا گفت ایده ترامپ برای به تعویق افتادن موعد برگزاری انتخابات تحت تاثیر نگرانی فزاینده ایشان نسبت به تبعات اجرای طرح رأی‌دهی از طریق پست مطرح شد، وگرنه انتخابات ریاست جمهوری را که با پیروزی ترامپ همراه خواهد بود روز 3 نوامبر برگزار می‌کنیم. در همین حال جیسون میلر، مشاور ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نیز به فاکس نیوز گفت که رئیس جمهور ایالات متحده بر برگزاری انتخابات در روز 3 نوامبر تاکید کرده است. با این حال میلر با دفاع از نگرانی رئیس جمهور نسبت به تبعات اجرای طرح رأی‌دهی از طریق پست تصریح کرد که این اقدام موجب تأخیر در اعلام نتایج انتخابات خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد که تا پیش از ژانویه این کار شدنی باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 5 روز پیش با انتشار توییتی از احتمال به تعویق افتادن انتخابات سال 2020 میلادی ریاست جمهوری این کشور به دلیل بالا رفتن احتمال تقلب در روش رأی‌دهی از طریق پست خبر داده بود. هرچند منتقدان سیاست ترامپ از حزب دموکرات طرح ایده به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را سوی او تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن تبعات اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارزیابی کردند، ولی برخی کارشناسان حقوقی فارغ از هر گونه بهره برداری سیاسی از این ایده هشدار دادند که این اقدام می تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی به کارکرد نهاد انتخابات شود. روش رأی‌دهی از طریق پست با هدف کاهش نگرانی های عمومی و مقابله با شیوع ویروس کرونا در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارائه شده است.